بیسیک ماجرا رو بدونین و با دنیای ریل آشنایی داشته باشین. این بحثی بود که ابتدای بودم که یک مقایسه بین دنیای ریل و دنیای آکادمیک بکنید. ببین تو دنیای ریل و دنیای آکادمیک فرقشون اینه، خیلی از چیزهایی که شما تو دنیای آکادمیک میخونی مثلا تو دانشگاه میخونی خب توی ریل خیلی کمتر اتفاق میفته، ولی اینها مکمل هم هستن. وقتی شما یه فردی باشین مثل خود من که کار کرده باشین، بعد حالا دوره آکادمیکی شرکت کرده باشین، دیده خیلی بهتری خواهین داشت نسبت به یه دانشجویی که پیور آکادمیک خونده و خب هیچ چیز تجربه ای از بیرون نداره. و قشنگی ماجرا اینه که شما چیزهایی که دارین میخونین رو بتونین پیاده سازی بکنین. اون مباحثی که توی نتورک لیسانس میخونین، مباحثی که توی معماری میخونین، خیلی از درسایی که فاندامنتال هستن، ببینین که توی ریاض هم اصلا کاربردی دارن یا خیر. خیلی برای شما جذاب خواهد بود که تجربه ای از دو سمت را داشته باشید. میشه یه دوره چیه؟ ببینید اینجا من یه نمونه ای از مدرکی که در انتهای دوره، این رو من خدمتتون از همه الان بگم، به شرطها و شروطها هست. یعنی این نیست که هر کسی بیاد سر کلاس آنلاین شرکت بکنه و یا توی دوره حضوری ما شرکت بکنه ما بگیم که یه مدرکی خدمتشون میدیم، اینجوری نیست. شما تو طول دوره برای اینکه با انواع سناریوهای مختلف آشنا بشید، سناریوهایی دارین که داخل کلاس انجام میدین، سناریوهایی که تحت عنوان دستگاه مختلفی خدمت شما داده میشه، باید اینها رو شما کامل بکنید. یه پروژه پایانی دارین که سعی شده اون پروژه پایانی شما همه مواردی که تو طول دوره بحث میشه تا جایی که حالا ابزارها به ما اجازه میدن، شما اونها رو باید بتونید پیاده سازی بکنید و پروژه پایانی رو باید پاس بکنید که به درد خودتون بخوره، چون انواع چیزهای مختلف را دیدین. بعد جایی که برین توی مصاحبه بشینین آشنایی کامل خواهید داشت و میدونین که حسن این کار چه خواهد بود. اگر شرایطش رو داشته باشین، 70% کلاس ها رو شرکت کرده باشین و شرایط حالا اون نمره‌ای که مرتبط با سناریو واقعا روش تلاش کرده باشین، به شما مدرک معتبر دانشگاه تهران داده خواهد شد. این مدرک معتبر مدرکی که همه جا ولید هست، چه داخل چه خارج، وزارت علوم دیگه تاییدش کرده و مدرک دانشگاه تهران. شما فرض میکنین که یه دوره آزادی اومدین توی دانشگاه تهران گذروندین و خب از نظر حالا غیر مدرک هم در نظر بگیرین، سناریو محور و پروژه محور، این خیلی تفاوت عمدگیه که با جاهای دیگه خواهد بود و اینکه از وقتتون مفیدتر توی کلاس استفاده خواهید کرد. محیط کلاس بسیار محیط جالبی خواهد بود. شما تو قالب تیم ورک با هم دیگه گاهی احتیاجی که کار بکنین. اینجوری نیست که بنده به عنوان مدرس، دکتر یزدانی به عنوان مدرس فقط یه سه چیزها رو به شما بگیم و رد بشیم. اگر چالش داشته باشیم تو طول هفته با هم دیگه بررسیش خواهیم کرد و محیط پویایی خواهد بود. و مهمتر از این، اینکه شما توی دانشکده فنی دانشگاه تهران به صورت حضوری میتونین شرکت بکنین، محیط دانشگاه رو میبینین و انگیزه ای خواهد شد که اصلا اگر بخواید ادامه تحصیل بدین این محیط چجوری خواهد بود، با تجهیزات ما آشنا خواهید شد و خیلی از چیزهایی که دیگه باید دوره رو وقتی استارت بزنیم شما خواهید دید. و مهمترین چیز همینه که واسه بچه‌هایی که حالا به هر دلیلی یا مشغله کاری دارن یا در شهرستان سکونت دارن، قابلیت این رو ندارن که تو دوره‌های آنلاین شرکت بکنن، تو دوره‌های حضوری شرکت بکنن، میتونن تو دوره آنلاین ما شرکت بکنن و اونها هم دقیقا همین شرایط رو دارن و همه بحثایی که گفتم به جز اینکه حالا تو محیط دانشگاه نیستن رو براشون کاور خواهیم کرد. و مهمترین چیز اینه که ما چیزی رو نمیگیم به شما که مثلا توی دوره CCNA 20 سال پیش هم مطرح میشده. آخرین ورژن ها و آخرین استاندارد هایی که استفاده میشه واسه تدریس ما اونها رو داریم در نظر میگیریم و این خیلی نکته مهمیه، چون خیلی از جاها چیزهایی میان استفاده میکنن به عنوان منبع آموزشی که دیگه شما نه تو دنیای کاری جایگاهی خواهد داشت و نه تو دنیای آکادمیک و دیگه منسوخ شد.